دوستان و هم با هم همیشه یک کانال و سن زیرمه ای دود بشه سالن ورزشی شهر مرزان آباد در خدمت شما عزیزان هستم. محل ورزشی دور برگشت مسابقات کشتی لیگ برتر کشور، بانک شهر در مقابل آلپای مرزان آباد سفارایی کرده. علی سوادکوهی با دوندی آبی برای بانک شهر در مقابل امیر حسین علیزاده دیگر دلاور کشورمون با دوندی قرمز برای آلپای مرزان آباد. کشتی آغاز شد و کشتی رو دسته هم کار میکنه. مطمئنن علی سوادکوهی با توجه به تجربه بالایی که داره کار سختی نباید در این کشتی در مقابل امیر حسین علیزاده کم تجربه و جوان داشته باشه. ببینیم چه میکنه در ادامه کشتی. رو دسته هم کار میکنن. گفتم البته علیزاده کم تجربه و جوان نسبت به علی سوادکوهی، ولی خب میدان بین‌المللی هم دیده. در همه ابتدای کار یه لحظه رفت برای یه خم درو میکنه و خایت میکنه، یه دوتایی میگیره. حالا علی سوادکوهی دو بر صفر جلو میفته. ببینیم میره برای بارانداز یا نه. یه لحظه از راست نشون داد، خوب داره مقاومت میکنه. امیر حسین علیزاده در خواه نتونست باراندازشو به اجرا بذاره، به داور سرپا میده به دلیل مکس بیش از حد. البته علیزاده تونست که نقره جوانان آسیا رو بگیره چند ماه پیش تو قهرمانی نوجوانان آسیا. تو فینال کشتیش رو به مکل داهیای هندی 3-0 واگذار کرد و به نقره رسید. البته تو مسابقات جوانان این شکست رو جبران کرد و داهیای هندی رو 2-0 شکستش کرد. بریم ادامه کشتی چه میکنه. همچنان رو به جلو دسته سوادکوهی خوب داره کار میکنه. میتونن اختار هم بدن به امیر حسین علیزاده از آلپای مرزان آباد. رو به جلو همچنان دستی رکت برسای سنگین. بله داور هم میخواد که اختار بده به دوانده قرمز. درخواست کمکاری میکنه و مورد تعیین قرار میگیره. حالا تذکر کمکاری رو میدم به امیر حسین علیزاده دلاور کشور. همچنان رو به جلو جسور و جنگنده کشتی میگه علی سوادکوهی. همچون که میدونی جردن باروز افسانه ای امریکا رو شکست داد. بالاخره جردن باروزی که هیچ وقت از ایرانی شکست نخورده بود، علی سوادکوهی تونست شکستش بده. سیداکوف، گاجی ماگمادوف قهرمانای جهان المپیک رو شکست داده. به همین خاطر امیر حسین علیزاده کار سختی در مقابل سوادکوهی خواهد داشت. سوادکوهی که به وزن جدید اومده، 86 داره کشتی میگیره. ببینیم موفق میشه تو این وزن یا نه. تا به اینجا کنید که طولی کشتهای خوبی گرد خب تحت فشار میزه دستی که بطوش خارجش میکنه و یک امتیاز دیگه میگیره. علی سوادکوهی به هر ترتیبی هست نشه گوشی 3-0 میشه. حالا یک باید سرشاخ در میانه تو شاید دسته هم یک کار میکنن. سوادکوهی همچنان گلدور تو به جلو. ببینی گاردش هم کاملا بالا هستش، ولی خب امیر حسین علیزاده جرأت نمیکنه بره برای زیرگیری. یه لحظه حالا به مچ پا میرسه. درست همون لحظه که گفتم گاردش بالاست، امیر حسین انگار شنید و رفت برای زیرگیری. به مچ پا رسید، داره خیمه سنگین علی سوادکوهی. فکر کنم هنوز وزنش کامل نشد تو 86. داور سر پا میده به دلیل مکس بیش از حد. هست کردم سوادکوهی ما دو گاردش بالاست نسبت به تجربی که داره، مهدی بدونمرای زیادی که داره، به خودش اطمینان داره، راحت داره کشتی میگیره با امیر حسین علیزاده. علیزاده جوان و جویای نام. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. خب 3 دقیقه اول به پایان میرسه و دو کشتیگیر باید نزد محبیه خوشون برن. ببینیم چه تاکتیکی برای امیر حسین علیزاده میخوان در نظر بگیرن برای ادامه کار در مقابل علی سوادکوهی با تجربه. عزیزانی هم که به تازگی به جمع ما پیوستی، برای دیدن ادامه ویدیوهای ما لطفا کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. به محض اینکه کشتیهای جدید عزیزانمون در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب به شما پیام میده و از دیدن کشتیهای عزیزانمون لذت خواهید. پیج اینستاگرام ما حسین زندهای، اونجا هم میتونید آخر اخبار و رویدادهای مربوط به عزیزانمون رو پیگیری کنید. خب بریم به 3 دقیقه دوم. بانک شهر در مقابل آلپای مرزان آباد. بانک شهر با علی سوادکوهی با تجربه در مقابل امیر حسین علیزاده جوان و کم تجربه. ببینیم چه میکنن. تا به اینجا کار که علی سوادکوهی 3-0 جلو افتاده. یه تذکر هم داره تو 3 دقیقه اول
همین حسین علیزاده. اگر سعود کوی ادامه بده میتونه شاد کراک رو هم فعال کنه روی علیزاده، سر شاخ رسه هم کار میکنه، گوش های مکرر از همین که تو برگشت از اشتباه علیزاده استفاده کنه. یه لحظه مچپا میرسه، بلی که مشیار بود علیزاده هم خوب داره کشتی میگه. در مقابل علی سوادکوهی که تله قهرمانی آسیا تو کارنامه خودش داره، یه لحظه تابون، ولی خود تو برگشت علیزاده است که تعقیبش میکنه، توش خارج میکنه سوادکوهی. حالا 3-1 میشه و این دو امتیاز زیاد نمیتونه هر چی اهمیتی داشته باشه برای علی سوادکوهی. ببینیم چه میکنه در ادامه کار، میره برای امتیاز یا نه، یا همین دو امتیاز میخواد اداره کنه. کاملا گاردش پایین آورده، حالا دستی یه لحظه حالا توش خارج میکنه، حالا یک امتیاز دیگه میگیره. نه داور قبلش سود زده بود. بریم به ادامه کشتی. یک پای سر شاخ رسم دیگه کار میکنه، آروم و با تومنینه داره ادامه میده کشتی. علی سوادکوهی از که رمتلی قهرمانی آسیا رو داره نقره آلماتی قزاقستان رو دهلی رو برونز گرفت. یک پای دیگه اومد دور بزنید، خب نتیجه سر دسته علیزاده عبور کنه. همچنان تو سر شاخ رسم دیگه کار میکنه. یک بار سرگردن رو گرو گرفته فیزاده، هم خوب داره کشتی میگیره، خوب داره کشتی میگیره. در مقابل علی سوادکوهی تو زاگرف هم امسال 2023 تونست طلا بگیره علی سوادکوهی تو نومت بینالمللی و رنگیتای تا جانی کشتی. دانور بری توشک زده، حال علیزاده تا اگر از توشک خارج شد امتیاز از دست نده و داور سرپا میده به مکس بیش از حد. خب امیر حسین علیزاده بندی کفشش رو ببنده، یه نفسی هم چاق میکنه و به نوع توشک بر میگرده. از کردم کار سختی در مقابل سوادکوهی خواهد داشت، ولی خب تا به اینجا کار خوب کشتی گرفت، امتیاز زیادی از دست نرده. یه پدی گستنگی از سوادکوهی، یه لحظه خالی کرد علیزاده. بچه‌ها تو این شرایط باید بلافاصله قبل از اینکه کشتی بگیرید تعادل خودش رو دوباره به دست بیاره حمله کنن و امتیاز بگیرن، و فرقی نمیکنه تو چه میدانی هستن، باید از موقعیت‌ها استفاده کنن. بریم ادامه کشتی. همچنان تو سر شاخ بسته امنیه کار میکنن، ولی یه سوادکوهی آروارون داره اداره میکنه، ولی خب باشی امنیتی نداری امتیاز براش، هر لحظه میتونه بنده میدان عوض بشه. یه لحظه حالا یه زیر نشون داد، ولی خب هوشیار بود امیر حسین علیزاده. یک پلی زیرگیر نشون داد علیزاده، ولی زیر چشم بسته. یه جورایی با ترس داره کشتی بگه با علی سوادکوهی، ترس از نام و تجربه بالای علی سوادکوهی داره. یه لحظه زیر دو خم ببین میتونه خواهد کنه یا نه، میکنه و بره اینجا ببین خاکش میکنه، دوتای دیگه میگیره چه کشتی حالا شش بر یک میشه. حالا دیگه خیال سوادکوهی راحت میشه و ثانیه های پایانی خب اینجا به کشتی به پایان میرسه و علی سوادکوهی با نتیجه 6-1 امیر حسین علیزاده از آلفای مزرعه‌آباد رو شکست میده. خب دوستان بریم به کشتی بعدی، تا لحظاتی بعد، بدرود.